سلام و درود گرم خدمت بینندگان گرانقدر و سخنسنج کانال یک. متاسفانه دلیل مشکلاتی که پیش اومد هفته گذشته نتونستم خدمت عزیزان باشم، ولی بنا به قولی که داده بودم در صورت در استمرار صحبت گذشته خود قرار بود که مسئله اصلاحات دینی و کلن این پدیده که در چند سال اخیر یک واژه عام و فراگیر تبدیل شده بپردازیم تا معیار و به اصطلاح مبنایی باشه برای سنجش و داوری در رابطه با سخنان کسانی که خودشون رو اصلاح طلب میدونن و یا قصد اصلاح جامعه رو دارن، و ببینیم که سرانجام این اصلاح طلبی ها در تاریخ 150 ساله اسلام به کجا کشید، و ببینیم به اصطلاح نگاه این اصلاح طلبان که به طرف اصلاحات در مسیحیت هست که به نام پروتستانیسم اسلامی شهرت داره، پروتستانیسم مسیحی، تا چقدر این دو دین به اصطلاح قیاس پذیرن با هم، میشه مقایسه شون کرد، آیا میشود از این حرکت پروتستانیسم غرب الگویی ساخت، تقلید کرد از اون رو در جهان اسلام پیاده کرد یا نه؟ و کلن این سؤال بزرگ، چرا اغلب حرکت اصلاح طلبان در استمرار منطقی خودش، استمراری که پیدا کرده از عرصه نظر و توری وقتی که به عرصه عمل آمده، عموماً جنبش های بنیادگرای اسلامی به وجود آمده در اون، همونطور که حرکت اصلاح طلبانه سید جمال الدین اسدآبادی که از طریق شاگردش عبدو استمرار پیدا کرد، به اصطلاح شکل‌گیری جنبش اخوان المسلمین انجامید که امروز میتونیم با جرأت بگیم که از جریانات مخوف اصلاح بنیادگرای اسلامی است. بیاد چرا هر بازگشت به صدر اسلام، یعنی بازگشت به خیشتن، اون چیزی که آیه جلال الرحمت میگفت یا شریعتی میگفت، همین رو قبلا عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت در عربستان هم همین رو گفت، یعنی بازگشت به عصر صدر اسلام، عصر محمد، عصر مدینت النبی و اینها، ولی از دلش یک جنبش مخوف بنیادگرا و ستم پیشه به وجود آمد که اونها پس داشتن تمام زوائد دین و یا به قول خودشون خرافه های دین رو که در طول تاریخ به اون اضافه شده پاکسازی کنن، تا جایی که حتی بر علیه به اصطلاح روند تاریخ شکل گرفته جهان اسلام که برخلاف به نام تاریخ تمدن اسلامی ازش یاد میکنن یا عصر طلایی اسلام ازش یاد میکنن، در این دوران هم تمام این بنیادگراهای جدید بر علیه تمام این مجموعه تاریخ شکل گرفته برکت در اومدن، از لحاظ ضدیت با اندیشه های عصر طلایی اسلام که توسط شخصیت های برجسته چون فارابی و ابن سینا و اینها شکل گرفته بود در عرصه نظر و فلسفه و تئولوژی، چه در عرصه زیبایی شناسی، معماری و یا مسائل در چارچوب این زیبایی شناسی، بر علیه تمام این معماری ها در آمدن و به ویرانگر گنبد ها شهرت پیدا کردند. یعنی هر جا میرن گنبد ها یا اون آثار تاریخی رو نابود میکنن. علت چیست؟ همه اینا با قصد اصلاح دین آمدن. در صورت اصلاح
اونجای مطرح میشه که خب انحراف و فسادی در کار باشه. از این نظر وجدان هر انسانی هم میپسند و آرزو میکنه که خب کار اصلاح بشه، مردم و تحصیل کرده ها همه سعی میکنن که جامعه رو به بهبود بره، مخصوصا که در زندگی هزاران انسان میتونه تأثیر بگذاره و هر ندای اصلاح طلبانه رو جامعه میتونه داروی دردها بتونه. بنای ادبیات خب طبیعتا بر آرزو هست، نقود تخیل انسان هست که ادبیات رو میسازه. یک ادیب، یک شاعر میتونه در خونش بشینه و به راحتی به اصطلاح با اون احساسش و با قدرت تخیل فوق‌العاده‌اش یه سفری به کره ماه بکنه، یه سفری به دور دریاها بزنه و این رو در شعر، در اون متن ادبی خودش جا بده. و بعضی از این هنرمندان اینقدر قدرت تخیل بالایی دارنش که بر اساس همینا شاهکارهایی رو خلق میکنن به واقع، چرا که میتونن آرزوها و رویاهای طلایی انسان رو از طریق این ذوق برجسته چیکار بکنن؟ روی کاغذ بیارن، قلمی کنن، به کلام بیارن، به تصویر بیارن از طریق نقاشی و الاخر. اما انسان در عرصه سیاست در واقعیت ها زندگی میکنه و با ابزار امکانات واقعی باید به اصطلاح کارها رو پیش ببره، اصلاحات کنه، نه بر اساس آرزو و تخیل. یه چیزی که بنیاد بسیاری از مشکلات در جامعه ما و جوامع خاورمیانه است. یعنی من فکر میکنم شرکت کنندگان در انقلاب بهمن بخش وسیعشون، چه آدم عادی چه روشن فکر، چون بیشتر اهل ادب بودن، چون بیشتر اهل هنر بودن، به اینها پیشتازان حرکت شده بودن در بخش قابل توجهی، اینها بیشتر آرزوهاشون رو بیان میکردن، مدینه فاضلهاشون رو بیان میکردن. مثلا آرزو میکردن، جامعه رو آرزو میکردن که اصلا زندانی نداشته باشد، زندانها محو بشود، زندانها تبدیل به موزه بشود. و یا به اصطلاح قول اون نویسنده معروف که به اصطلاح مدنویس معروفی بود در دوران انقلاب که میگفت امام میآید با نمیفهمم عصای موسی، با طیلسان عیسی، با فلان چیز بت‌شکنی ابراهیم، با فلان کلام محمد، وقتی می آید دیگر کسی دروغ نخواهد گفت، و وقتی که می آید صفای استعمار از بین خواهد رفت. وقتی که اینا شعر هست، اینا حوزه تخیل هست، حوزه واقعیت نیست. گرچه این فرد یا افراد این برجسته ترین نشونه، نه این که رو بقیه به اصطلاح خیلی واقع بین بودن نسبت به مسائل و واقعیت ها، تنگناهای تاریخ شکل گرفته رو میشناختن، این گونه نبوده. در صورت سیاست مداران جامعه که بر تخیل یا بر اصل و بر این گذاشته که حتما قدرت سیاسی رو بگیره و این جامعه ها رو جوامع تسخیری اگر نامش رو بذاریم که به اصطلاح میخوان هر طوری شده قدرت رو تسخیر کنن، با روند علمی تدبیر و عقل و اینها آشنا نیستن. و به همین دلیل ملت ها میگن دو دستن، یا ملت های عقلگرا تعقلی و تدبیری هستن، یا ملت های تخیلی احساسی آرمانگرا و الاخر. البته آرمان خوب است، اما وقتی که با به اصطلاح مشت قدرتمند تعقل کنترل بشه و افسارمون رها نشه، هر جا بخواه بره تو ذهنش بخواه هر کس مدینه فاضله برای خودش درست کنه، درست، ولی
امکانات و ظرفیت جامعه امکانی رو نداره که تو آرزوهات رو مدین فاضلهات متحقق کنی. در صورت ادبیات وقتی که سیاست تابع ادبیات میشه، خلاصه اسب بالدار تخیل به حرکت در میاد، افسانه سازی میشه، رویاها و آرزوهای طلایی مردم وارد گود میشه و سخنران ها بیشتر جوری صحبت میکنن تا دل مردم رو به دست بیارن، رهبری رو به دست بگیرن. اینجور مواقع سیاست مداره بسیار کمی هستن که به مردم هشدار بدن که اینقدر اسیر احساسات نشید، اینقدر عوام فریبا با احساسات شما بازی نکنن، بلکه به اصطلاح عقلانی این است که این کار رو بکنیم. و همین 30-40 سال اخیر ببین چقدر ما با شعار حرکت کردیم، شعور خیلی کم، شعار هرچی بخواهید بالا. و جالب اینجاست که هر کس شعار تندتر داد تا حالا قلب و دل مردم رو به دست آورد. شعاری مثلا پول نفت میارن در خونه هاتون، پول نفت میارن رو سفره هاتون. و خب یک آدم عقلانی هم توی جامعه پیدا نشد، وگرم پیدا شد کسی حرفشو گوش نداد، چرا که واقعیت ها سخت تلخه و باید اونها گفته بشه که جامعه خوشبخته که بر پایه فرهنگ کار استوار باشه، ژاپن، آلمان، چین بر پایه هر چیز نبوده رویا سیاست مدارا بیان روزی 16 ساعت مردم کار میکنن، کارهای مردم چین از 12 ساعت در روز کارگرا کار میکنن، شاید 11 ساعت کار مفید انجام میدن، 1 ساعت استراحت وسط کار. تو کشوری که شعار هست و ادبیات شعارگونه هست، 29 دقیقه کارمندا کار میکنن کار مفید، 35 دقیقه هم کارگرا. و بعد هم میخوان این جامعه خوشبخت هم بشه، یعنی جامعه ثروتمند هم بشه. خب هم چیزی در جهان واقعیت اتفاق نمیفته به هیچ وجه. تمدن هایی که بزرگ شدن بر پایه کار و کوشش بوده، بلاغه چه تمدن ایران باستان که به اصطلاح بر اساس کوشندگی کار انسان ها ساخته میشه، ولی تمدن هایی که عادت کردن، اگه اسمش تمدن بذاریم، که بر غارت، فرهنگ غارت به استوار شدن، از آغازش بر غارتگری آمدن جلو و تسخیر کردن و غارت کردن و خوردن، عادت به نون مفت به قول معروف پیدا کردن. چینی ها تا حالا به هیچ کشوری تعرض نکردن، ولی تا قرن 15 هم بزرگترین اقتصاد جهان داشتن و بزرگترین قدرت دریایی جهان رو هم داشتن، که کشتی های کریستوف کلمب در مقابل کشتی های چینی عینه قایق کوچک بود. دلایل خاص خودش داره، بگذاریم. چرا که 4000 سال پیش یه شخص به نام کنفوسیوس آمد و فرهنگ کار رو به اصطلاح با ارزش دانست. با ارزش ترین انسان کسی کار میکنه، نه مفخوری میکنه. این فرهنگ از گذشته داره که بر چی چی حکومت بکنه، این فرهنگ که تولید میکنه. در آلمان هم اینجوریه، در ژاپن هم اینجوریه. در صورت جامعه ما متاسفانه این افراد میان و شروع میکنن سخنرانی هایی کردن که برای تحقق اون جز رویا پردازی و یا اینکه پول نفت، اونم غارته، غارت منابع طبیعیه، بر پای کار نیست، بر پای غارت منابع طبیعیه، بلکه از تعریف و مشخص کردن موضوعات و مدعیات هم دانسته و ندانسته پرهیز میکنن. از این جهته که سیاست ما در کشور ما، یا با جرأت میتونم بگم در جواب خاورمیانه یا مسلمان، ادبی هست که دینی هست. دین هم به اصطلاح بیشتر بر پایه همین مطالب رویاها، تخیلات، شعارها، مدینه فاضله هایی که به اصطلاح هیچ منبع علمی نداره حرکت میکنه، چرا که پیشگامان قلمزنی در صحنه سیاسی کشور ما متاسفانه بیشتر ادیب بودن نه فیلسوف سیاسه. به خاطر همین ما
فیلسوف سیاست نداریم اصلا، حداقل من به طور جدی سراغ ندارم. البته نه به معیارهای ایرانی، رفته فیلم مثل کانت حفظ کرده میش بگم فیلسوف تو ایران، یا مثلا رفته پوپر حفظ کرده که حالا اگر فهمیده باشیش خوبه، بهش میگن فیلسوف اسلامی آقای سروش. در فکر تو کار تا کسی یک اندیشه جدیدی نیاورده باشه که تا قبل از اون کسی نگفته، بهش نمیگن فیلسوف. هیچ وقت میگن مدرس، مثلا کانت شناس معروفی است، مدرس کانت، مدرس بله. ولی متاسفانه عناوین تو کشور ما همینجوری داده میشه. پروفسورها خوب هیچ نظریه جدیدی در ریاضی نداده هستن، که بگیم در سطح ریاضیدان های جدید یه چیز جدیدی هست، تا حالا بشریت همچه چیزی رو نشنیده. اونو بهش بگن ریاضیدان. ولی اگر که دانسته پیشینیان رو خودش حفظ کرده و خوبم تدریس میکنه، اینم فکر نمی کنم بهش بگن ریاضیدان. در صورت میراث فرهنگی ما این است که فلسفه سیاسی درش مفقوده، و اون چیزی هم که در تاریخ اسلام به نام فلسفه فیلسوفان ازش یاد میکنن، به اعتقاد من بیشتر تئولوگ هستن تا فیلسوف. مثلا فرض کن فارابی که آمده بین فلسفه یونانی و اسلام پل بزنه، یعنی امور عقلانی فلسفه یونانی رو در خدمت توجیه دین قرار بده. بقیهشون هم همه کار کردن، تا ملا صدرا و مکتب اصفهان که میشه گفت آخرین، اگر نامشون فیلسوف بذاریم، آخرین بازمانده‌هاش مردود 400 سال پیشه و بعد از اون ما دچار انحطاط حتی در همین هم میشیم. در صورت به خاطر همین ضعف هست که سیاست در کشور ما امری اندیشمندانه نشد، که برای این کار اندیشه است، کار عقله، و وقتی که نباشه ادبیات، ادبیات سیاسی میاد چیکار میکنه؟ جای فلسفه سیاسی رو میگیره. در نتیجه چی میشه؟ شعار آزادی دادن، در مد آزادی سخن گفتن، در مد آزادی شعر ساختن و داستان و مقاله نوشتن، اینا اسمش میذارن ادبیات آزادی. خیلی از شعرهای مشروطیت ما نه فیلسوف سیاسی هستن، نه در حوزه مثلا مفهوم آزادی تعقل کردن آنچنان که مثلا در غرب میکنن. مثلا ایزاک برلین فیلسوف انگلیسی که میاد آزادی رو میشکافه، تفکیک میکنه آزادی مثبت چیه، آزادی منفی چیه، تاثیرات این چیه، تاثیرات اون چیه، و در چه جوامعی کجام کاربرد پیدا میکنه با جزئیات. یا مفهوم عدالت از 2500 سال پیش افلاطون اومده با دقت هرچه تمامتر مفهوم عدالت رو سعی کرده بشکافه. چی هست؟ عادل کیست؟ و تمام تعاریف رو کنار هم چیده تا به یک تعریف غالبتر و فراگیرتر برسه. چرا این کار میکنن؟ برای که از هر آدم عوام فریبی از نار ران نرسه پرچم عدالت رو بلند کنه به دروغین، خودش مثلا معنیش نمیفهمه و برداره مردم رو به ناکجا آباد هدایت کنه. جامعه که فلسفه، مفهوم عدالت، مفهوم آزادی، مفهوم اصلاح، مفهوم انقلاب، این مفاهیم جا افتاده باشه، رفته باشه تو توده ها، درکی نسبی ازش داشته باشن، اون جامعه دیگه فریب نمیخوره یا فریب کمتری میخوره. وگرنه وقتی اینا نباشه میتونه رادیو بی بی سی از اون راه هدایتش کنه، کاری نداره. احساسات مردم تعریف کن، خبر درست کن، جعل خبر کن، فضا سازی کن، روی حس همدردی مردم برای مقاصد استعماری دست بذار. همه الان نمی کنن، همه الان جلو چشمونه. و در نتیجه این چیزا ادبیات آزادی است، نه علم آزادی. علم آزادی الزاماً به مبانی و مقدمات میپردازه، راه کار نشون میده و انسان رو به اجرا و عمل فرا میخوانه. در صورتی که ادبیات آزادی به توصیف خیالی صحنه ها میپردازه،
کارها و کاری با امکان عملی دستیابی به اون مسائل نداره تا بتونه دو نتیجه و دو هدف رو به دست بیاره، یکی جذب مردم و برانگیختن احساسات مردم و دیگری فراگیر ساختن این جاذبه و انگیزش به قشرها و طبقات مختلف. به خاطر همین وقتی که مثلا من بهار عربی شد یه مقداری خندم گرفت، این کلمه ها بیچی بهار عربی فلان و همان، برای اینکه خب اگر شما یکم آشنا باشید با ساختار فرهنگی خاورمیانه، مثل ایران، نه ما برتریم زیاد نه اونا جلوتر از ما، در یک کلاس تنی خاورمیانه، ولی کسی مثل عربستان نمره پایینه میگیره، کشورهای جلوتر و بالاتر در یک کلاس. این جواب هنوز ملت شکل نگرفته. درسته میگیم ملت قهرمان ایران، ولی ملت تعریف داره، اونجوری که در دنیای مدرن هست. ملت به کسی میگن که به اصطلاح به خودآگاهی ملی رسیده باشه. خودآگاهی ملی کسانی میرسن که به خود تعریفگری رسیده باشن، به خوداندیشی رسیده باشن، یعنی میگن من میاندیشم پس هستم، ملت من میاندیشه پس هست، به خودآگاهی ملی بهش میگن. یا طبقه کارگر به خودآگاهی طبقاتی باید برسه، اون ممکن نیست مگر اینکه اندیشه و عقل و خرد رفته باشه تو این جامعه، جامعه را تسخیر کرده باشه، وقتی که هنوزم به هویت مدر گرفته باشه، وقتی که هنوز تعریف میکنه طرف خودش رو هویت چیه، با اساس قومیت هویت خودش رو تعریف میکنه، من کردم، من لورم، من عربم، من آذری هستم، من فلان هستم، من هنوز به این مرحله بالاتر که آقا من ایرانی هستم، گرچه زیر مجموعه های فرهنگ های متعددی به نرسیده، و تعصب قومیش اصلا افغانستان، تعصب قومی آنجایی که من بودم زندگی بودم در اون کشور، دیدم که اونجا به اصطلاح دشمنی که بین تاجیک و پشتون هست، بین تاجیک و مثلا هندی نیست، اینا همدیگه دشمنتر میبینن. هنوز این ملت در چارچوب قومگرایی مانده، عشیره‌گرایی مانده، بروخه در ساختار خاورمیانه خیلی از اینه. حالا اتفاقا یکی از پیشرفته ترینش لحاظ این پدیده کشور ما هست و همین هم باعث نجاتش در خیلی از مقاطع شده، ولی شما حمله میکنی به عراق، آقای بوش بخیر دموکراسی ببری اونجا که هزار تا عشیره و قبیله متخاصم رو بودن روی همه، و اگر قدرت از بالا تو برداری آنارشیزم به وجود میاد، یعنی نشونید اصلا مطالعه نکردی رفتی اونجا و یه باطلاق تمام عیار وجود میاد و اونجا هویت قبیله‌ای و عشیره‌ای و قومی و اینها و یا دینی باعث میشه که هر کس مسلح بشه بخواد دیگری رو بزنه نابود بکنه و این آنارشیسم تو خاورمیانه وجود میاد. یا مثلا اخوانی ها اومدن تو رأی، آخه جامعه که هنوز به خودآگاهی نرسیده تو چجوری میخوای اصلاحش بکنی؟ انقلاب فرهنگی نشده، انقلاب فکری نشده تو این مناطق. اروپا اول انقلاب فکری کرد، انقلاب فرهنگی کرد، انقلاب صنعتی کرد، بعد اومد انقلاب سیاسی کرد، و با بمب میخوای دموکراسی ببری اونجا؟ ممکنه مگه همچی چیزی؟ تو دموکراسی امر وارداتی نیست، درونی هر کشوری که باید شکل بگیره بیا بالا، خود اونها به ضرورتش برسن، این هم چیزی نیست جز این پروسه آگاه رسانی و آگاه کردن و اندیشمند کردن جامعه هست، یعنی پروسه ملت سازی تکمیل پیدا بکنه با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. در هر صورت این چیزی هست که خوب به سیاست مداران احساسی ما تا حالا بهش توجه نکردن. سیاست ادبی با ادبیات سیاسی چیزی است در حد همین شعر که مردم باش با سنت های گوناگون آشنا هستن، از طبقات مختلف با اون اونس گرفتن، مثلا با شعر حافظ بزرگوار ما چیکار کن فال میگیرن. حافظ بیچاره هیچ وقت ادعا نکرده که انسان بزرگه، که آقا چون من شاعر بزرگی هستم پس سیاستمدار بزرگی هم هستم، چون ادعای نکرد. یا اون سعدی اندیشمند بزرگی هست ولی همچون ادعای نکرده. ولی جامعه ما به قول مردم دوتا شعر میگه، بر میدارن میدازن زندان شاه، یک مرتبه رهبر سیاسی میشه.
با دو تا شعر، با شاعری، با یک تئاتر، با یک سینما، فیلم ساختن، اینا سیاست امر بغرنجی، 8 علم بزرگ جهان رو تو باید در اون چارچوب مانور کنی. اقتصاد یکیش، حقوق یکیش، حقوق بین الملل دیگریش، تاریخ باید بدونی، جامعه شناسی باید بدونی، فلسفه تاریخ رو باید بدونی، سیاست رو باید بدونی اگر میخوای سیاست مدار باشی. اگر میخوای نماد سیاست باشی، اوکی، حداقل دور و بر تو رو باید همچون موجودات، همچون کارشناس های، همچون متفکرین سیاست باشند و تو نمادشون باشی، یعنی تو سخنگوی اونا باشی یا نماد بیرونیش باشی، ولی کار اصلی و تدبیر اون رو همون آدم های عاقل باید انجام بدن. ولی با قول معروف هر حسن علی رو ما میاریم بالا نماد کنیم، تبدیل میشه به چی؟ قهرمان دیگه برمیداره به اصطلاح میخواد تیر بذاره تو چله کمان، ادای آرش کمانگیر در بیاره، شلیک بکنه، جلو پاش میفته. چرا؟ ولی که دوره ورش خب آدم های بیعقل هم دیگه، خودش هم این رو نپذیرفته که آقا مرکز استقل عالم نیستی از داره تفکر، و چون همین ها فکر میکنن حالا با یه سری شعار دادن دموکراسی خوبه است فلان، انشا گفتن که نمیشه سیاست. همین آقایون رفتن تو سازمان ملل، آقای روحانی داشت انشا میخوند، البته بر ما دانش آموزان واضح و آشکار است فلان، حرمت اسلام، انسان، کرامت انسان، این کلمات آقا انسان مشخص تو خیابانای تهران داره کودک داره تو کارتون میخواد، اون انسان مشخصه، انسان مجرد که نمیگن انسان رویایی، کرامت انسان رو فلان و بهمان. آقا تو زندان برو اینو که کرامت انسان رو با کجا میکشونن، اون انسانه. آقای اصلاح طلب، آقای اوباما مثل همون یک سری کلمات خیلی لوکس و قشنگ رو میرن تو اونجا سخنرانی میکنن، انسان مجرد، انسان افلاطونی، انسانی مثل تو رویا. آقا اون کودک سوری که افتاده تو دریا، اون انسان مشخصه. کی اینو به روز انداخته؟ تو چه کاره بودی؟ تو که ادعای بزرگتر ارتش دنیا داری نمیتونی حریف داعش بشی؟ یا نمیخوای؟ یه نظومت رو یه انسان مشخص، جامعه مشخص، فضای مشخص، مکان مشخص بکن، صحبت از اینها بکن، تدبیر برای اینها بیندیش. که آقا اگر به تنهایی زورت نمیرسه خب یه ائتلاف بین المللی درست کن و اینو جمع کن، این فضاحت تاریخ رو جمع کن. تو که خودت مدرن میدونی، تو که خودت ادعا کردی برای ارزش های دموکراسی و حقوق بشر های اصلا لشکر کشی میکنی، این فضاحت رو جمع کنی، فضاحت تاریخه. پس بنابراین ما متاسفانه همواره با سیاست مدارانی حتی در مقیاس های بزرگ هم روبرو میشیم که بیشتر شعار سیاسی میدن، ادبیات سیاسی رو میگن، سیاست ادبی با ادبیات سیاسی چیزی است در حد شعر، باید اینها رو ما بفهمیم. اما در 100 سال اخیر کشور ما 100 و اندی سال، حالا اگر در سر تلاش برای اصلاح دین رو از زمان آقای ناصر نشا بدانیم و از زمان بسیار اصلاح طلبانی مثل سید جمال الدین افغانی بدانیم که میخواست اصلاح دین کنه و امت واحده اسلامی و امپراتوری اسلامی رو درست کنه و جهان اسلام و اینها، تا سکولارهای مثل آخونزاده و کرمانی و دیگران رو هم در همین ردیف تلاشگرانی بودن که از بیرون میخواستن اصلاح دین کنن و این تنگنا رسیده بودن که مشکل اصلی دین هست، در صورت باید این اصلاح بشه. دست از سال اخیر یه واژه ادبی بیشتر بوده این اصلاحات هم که ذهنهای ساده و دلهای پرشور رو به خودش جذب کرده، اما با اینها، با این چیزا، با حلوا حلوا گفتنها هیچ دهانی تارا شیرین نشده و ناکامی به وجود آورده. اینها رو باید ریشیابی بکنیم که مسئول چه وضعیتی است. و در تاریخ تازگی هم که خب از دهه آقای خاتمی تشریف آوردن، این به اصطلاح واژه فراگیر شده و همه هم اصلاح طلب دینی خودشون میدانند و ولی هیچ من نمیفهمم چی رو بخوان اصلاح کنن، واقعا هیچ کس نمیفهم چی رو، من یه چی دوشته ازشون نمیخوام، هیچی رو نمیخوان اصلاح کنن.
فقط بریم اون فضاحت تاریخ رو اصلاح کنیم، اون زندانات رو، که شاید در آینده یه گزارش از جزئیات وضعیت زندان ها رو من ارائه بدم. من فقط میگه همون زندان های عادی و سیاسیتون رو برید اصلاح بکنید که ننگ بشریته. بنابراین اگه بخوان از روزه رویاها یا ادبیات وارد قلمرو خردورزی بشین، خردورزی که ناظر بر واقعیت هست، علم سیاست، علم امکانات، یعنی چه امکاناتی داریم، در نخستین گام باید بریم اصلاحات چی هست. حتی از زاویه دینی هم بخوایم اصلاح رو تعریف بکنیم، اصلاح یک کاربرد کلی داره که در زمان خود پیامبران گذشته هم بوده، که به اصطلاح هر پیامبر می آمد کار قبلی رو اصلاح می کرد. یکی از ویژگی اسلام آمد و می گفتن 124,000 پیغمبره، ولی هر چی ما شمردیم مثل 10-15-20 بیشتر دیدیم توی متون دینی نیستن. برای 124,000 پیامبر و امامزاده و اولیاء الله و اینا حساب بکنیم این چی میشه از اون زمان تا حالا. اگر بخوان اینا ماشاءالله پر اولاد هم بودن چون زن زیاد میگرفتن، من فکر میکنم همه بشریت الان پیغمبر زاده باید باشن. ولی در صورت اینها بیشتر منظورشون بود که یه پاکسازی در جامعه، فرد، جامعه، اندیشه، گفتار و رفتار نادرست و ضد ارزش به وجود بیاد. چون عقل در دین اسلام به خصوص ارتباط مستقیم داره با کنترل نفس. این دوتا با عقل یونانی با عقل مدرن فرق میکنه. آدم عاقل تو اندیشه یونانی عقل وظیفش کشف رابطه علت معلولی پدیده هاست در طبیعت، در جامعه، در کهکشان ها، کائنات، هر جا. کار عقل ادعا کردن به اصطلاح این حادثه چرا اتفاق افتاد، علت چی بوده، معلولی چی بوده، نتایج بعدی چی خواهد شد، تو این زمینه حرکت میکنه. یعنی ربطی به ارزش ها نداره، یعنی اخلاقی نیست. ولی در اسلام عقل یا عقل کسی است که کنترل بر نفس داره. مثل چون کلمه عقل هم از همون پابند شتر گرفتن که مهار میکنه شتر رو، که به اصطلاح در حیطه تعیین شده که صاحب شتر میخواد حرکت کنه. اینجا عقل کنترل بر نفسانیته. در صورت تفاوت بنیادین با عقل یونانی، عقل فلسفی، عقل علمی داره. بگذاریم. در صورت خب کسی که وارد اصلاح دین میخواد بشه باید به طور کلی به سه دست تفکیک قائل بشه، یعنی سه حوزه رو، سه محور رو، سه رویکرد رو مورد بررسی قرار بده. اصلاحات مربوط به حوزه اصول و فروع دیانه، اصلاحات مربوط به ساختار سیاسی جامعه، که حالا بخصوص ساختار دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است در جامعه ما، و اصلاحات مربوط به نارسایی‌هایی که در حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، مسائل اینها وجود داره، تا این رو بشه چیکار کرد؟ شناخت پذیر کرد، یعنی مشخص کرد، مشخص بعد از تعریف مشخص کرد چه حوزه‌هایی رو در بر می‌گیره. در صورت اصلاحات بر مبنای خود دین، اون چیزی که اتفاق افتاد در غرب یا کلاً، اصلاح بر دو قسم میتونه باشه. یکی بازگشت به دین ناب و سیره سلف صالح، یعنی خود پیغمبر، اصل پیامبری، با از بین بردن بدعت ها و یا کارهایی که در مرور زمان خب در دین مثلا انحراف ایجاد کرده. یعنی بر اساس این فرض و باور که تعالیم و تفاصیل دینی به مرور زمان به دلایل مختلف دچار تغییر و تحول و تغییر و انحراف شده، از اصل خودش دور افتاده، که خیلی از مسلحین هم همین میگن، اومدن این کارو بکنن، از اصل آبادی گرفته تا چون بسیاری از این اصلاح طلبان و یا دینداران ما در حوزه معرفتی اعتقاد من شاگردهای مصری ها بودن، هیچ چیز تازه هم اغلب خودشون نیاوردن، از اصل مشروطیت هم همینجوریه. مثلا فرض کن تمام
مطالبی که آقای نهاینی گفته به عنوان دیندار بزرگ موافق مشروطیت، قبل از اون عبدو اینا تمام گفته، تمام اینا همه شریعتی، بقیهشون هم همین حرف هایی هم که به صلاح بعضی از روشنفکران امروزتر میگن، به صلاح مثل آقای سروش و دیگران، قبلا ارکون و دیگران گفتن اینا را تمام، و اینا در صورت منتقل میکنن به جامعه ما، فکر میکنن که خودشون مبدن، یعنی خودشون اندیشه را آوردن. هیچ وقت اینجوری نیست. خود اندیشه خمینی هم سیاسی کردن دین قبلا کاریشون نبود، قبلا صورت گرفته. عبدو و بنیان حسن البنای به اصطلاح مصری، بنیان گذار اخوان المسلمین، اولین کسی بودی گفته قرآن قانون اساسی ماست. تو چیز تازه نگفتی، یعنی اینجا هم مصرف کننده اندیشه های حسن البنا و مدودی هستی از پاکستان. و در صورت حالا چرا جامعه ما مستعدتره که این اندیشه ها وارداتی تحقق مادی پیدا بکنه؟ شاید آسیب پذیری جامعه ما باشه، لحاظ جامعه، فرهنگ جامعه. در صورت اینا مدعی شدن که دین دچار قفلت و انحراف شده، مسلمان به تعلیم و تربیت و ترویج دین نابی پردازن و اشارت به اصطلاح شعار بازگشت به خیشتن رو میگن. به همین دلیل اینها میرن با اون اصالت جویی نطفه های وحشتناک بنیادگرایی رو میسرن. بازگشت به اصل، بازگشت به دوران صدر. همه بنیادگرها اینجوری هستن، بنیادگرای مسیحی هم همینجوری هستن. زندگی مثل دوران مسیح، تو آمریکا نشسته بعد چراغ روشن نمی کنه، اول چراغ ادیسون درست کرده که روشن کنه، نه، همونطور که مسیح زندگی کرد. حتی این اصرارشون که لباس اون دوران بپوشن برای چیه؟ برای که پاسدار سنتهای اون اصل باشن. حالا هرچی به اینها میخوای تفهیم کنی، انسان امروز با ابزارهایی که کار میکنه، شما نمیتونید با عبا و عمامه و دشلاشه و این چیزا برید توی بخش حفاری و صنعت نفت کار بکنید پدر جان، نمیشه. چرا؟ باید میشه تراشکاری کرد، همینجوری پره لباس و عبا تو ماشین تراشکاری میبیره میپیچونه به هم نابودت میکنه، نمیتونی، باید لباس مخصوص اون کار رو بپوشی. آه رو بهش میگفتیم ما سرکار بیلرسود، باید اون رو بپوشی، چون جمع جوره درسته میتونه خطرات کار رو بیاره پایین برد. تو با مثلا چی میگن این لباس اسلامی زنانه نمیتونی بری کار، طرف نساجی کار کنه، خطر جانی داره براش، ولی نمیفهمن و سنت براشون مهمتر از هر چیزیه. در صورت بازگشت به این اصل رو میخوام. هدف این گونه اصلاحات در نهایت احیای اصل دین و بازگرداندن مردم به دین نابه. و دیگری، احیای دین بر اساس اجتهادی است که با مقتضیات زمان صورت میگیره. در صورت دعوت مردم به بازگشت به اسلام ناب محمدی و زندگی در اون دوره اصل انبیا و اولیا از دل اون خوب طبیعی حکومت دینی با اون مختصات به وجود میان. غیر ممکنه حالا شما میگیم مثلا پدر آقای چین از کجا آمده، چه کاری کرده، همه ناراحتیم. درست همین شعارهایی که میدونم بازگشت به هویت، بازگشت به خیشتن اسلامی، آقای خمینی گناهی نداره، اومده همونو متحقق کرده. حالا من نمیدونم مگه شعار آقا شریعتی ندادی؟ مگر تو نگفتی امام رو انتخاب نمی کنه کسی؟ مگر تو نگفتی رأی توده ها منحده برای انتخاب امام؟ خب درست هم گفتی، پیاده شده. الان مشروعیتش آقای ولایت فقیه میگه از توده ها نمیخواد بگیره، و بر اساس میگه مشروعیتش پیامبر عمر اسلام از توده ها گرفت، یا امام علی از توده ها گرفت. نه، خب به قول تو مشروعیت الهی داره. نه همینه میگم دیگه. بعد چه چیز دارید که آقا انحراف شد، انقلاب بهمن انحراف شد کجا؟ همون چیزایی که گفتیم متحقق شده به خمینی. فرقش با شما اینه که با قدرت و قاطعیت همون رو متحقق کرد دیگه. آقای شاه عربستان هم اندیشه های عبدالوهاب پیاده کرد. آقای مرسی هم اگه میومد توی مثلا مصر روی کار، فکر میکردی دموکراسی آمریکایی برات میاره؟ نه،
مثل اندیشه های استادش پیاده میکرد، حسن البنا. چی هست؟ اسلام، قرآن. چی هست؟ قانون اساسی ماست. تو قرآن آقا تنها کتابی است که با جزئیات پرداخته، کتاب مسیح با جزئیات نیست، یک کتاب تجریدیه، یک کتابی است که بر اساس اندیشه فلسفی یونان نوشته شده، کلی و تجریدیه. هیچ صحبتی ازش نیست که آقا دست ببر، پا ببر، قصاص کن، فلان بکن، مالیات اینجوری و اونجوری. این جزئیات حسابش نپرداخته و در نیجه تفسیر اون فرق میکنه با تفسیر قرآن که همه چی مشخصه و به همین دلیل وقتی قانون اساسی طور است. حالا چرا اعتراض میکنه قصاص اومده؟ چرا اعتراض میکنه که این لو لباس اومده؟ همین اومده. چرا اعتراض میکنه دست میبره و کجاش آیه رحمانی و چیز میکنه؟ همین هم اونجا هست و اینم پیادهش میکنه. پس بنابراین وقتی که نگاه بکنید میبینیم که در جریان روشن فکری غرب، تفکر جدید غرب به شدت با مذهب درگیر شد. ایمان جدا در برابر خرد ایستاده بود، ایمان کلیسایی. و کلیسا تا اونجا که میتونست در این مبارزه ایستادگی کرد، مقاومت کرد. کلیسا آدم کش، آدم سوزان، 30,000 نفر فرقه جزوئیت ها در فرق اسپانیا تو آتش انداختن، با خصوص زنها را. زنها که مثلا فرض کن در دوران یائسگی یک مثل گیاه خوشبوی را به خودشون میزدن که بدبو نباشن و اون موقع دوش و حمام و این چیزا مد نبود. حتی پادشاه ها اینقدر چی میگن از این چیزای هندی استفاده میکردن، تجارت ادویه‌جات و تجارت عطریات از هند به اروپا اینقدر بازار داشت، برای که حتی لویه چهاردهم شش ماه مرتبه حموم نمیکرد، با یه عطریات خودشون درست میکرد. اولین بار خواندم که به اصطلاح سفیر دوران ناصرالدین شاه رفته اونجا، بعد هر روز دوش چیز میگرفته، وان میگرفته و حموم میکرده و تعجب کردن اینا. بعد گفتن که خب این فرهنگ ها متفاوته. بگذاریم، بعد اینا رو این زنها رو با جرم جادوگری به خاطری که از این ادویجات و این عطریات استفاده، از این اونسانسا استفاده میکردن، عنوان جادوگر میگرفتن میکشتن. در صورت یه جدال این گونه بود، درگیری سرانجام بینه چی دنبال شد که دست به اصلاح دین بزنن، در واقع اون رو بازسازی کنن. در صورت دشواری جدا شده جامعه از دین، آغازش با شکاکیت و اینها هم را بود، شک کردن به این اصالت ها. و روشنفکران دین ستیز آمدن و دین برخورد کردن، اندیشمندان دینی هم واداشته شدن به فکر کردن و در نتیجه یک مصالحه به وجود آمد بین این دو و سعی کردن مثلا کار جامعه را به جلو ببرن. و وقتی هم نگاه میکنیم مثلا آگوست کانت اومد دین انسانیت رو آورد که میگفت مسیحیت دیانت به مربوط به مرحله ربانی معرفت انسانه، مرحله اساطیریه، مرحله تخیله. و اکنون که اصل ترقی و تعقل و اینها هست، دیانت هم باید بر پایه علم استوار باشه، در مقابل علم نیسته، جلو پیشرفت انسان نگیره. هر جا که خواستین باید بذاری کنار که نیاد کپلر و کوپرنیک و اینا رو به آتش بکشونه و بکشه، گالیلئو رو به اون روز بندازه. و به همین دلیل عقلانی ترین کردن دین، یعنی به اصطلاح خرافه زدایی باید بکنن. مسئول این کار رو دین طبیعی اعلام کردن. و بله، و دین طبیعی اومد، دین طبیعی عقیده آزاد جزمیت شانشی بود. دین طبیعی عقیده آزاد است، جزمیت مربوط است، مدارا مطلوب است. نیست شعار، یه مرتبه دیگه میگم، عقیده آزاد است، جزمیت مربوط است و مدارا مطلوب است. برای برگردیم به خاورمیانه، سراسر خرافات نیست. آخه کدوم آدم عاقل برمیداره تو یک مراسم مذهبی که گویا قراره سر به شیطان بندازن، باید میرفتن آرام؟ آره بیچاره شیطان، والا این شیاطینی که ما داریم توی جامعه اسلامی هست، صد تا شیطان درس میدن. کجا شیطان
مروج دزدی بود. خب شما که سرتاپات و فساد دزدی جنایت، بعدش دوتاتون هم مسلمان، اینجوری سرت و چیکار میکنین همدیگه رو له میکنین. یه مراسم ساده مذهبی شما به قول اگر جنگ تمام عیار اتفاق افتاده، 400 کشته، 4000 مفقود، فلان دمان، خب یکی هم فکر نمی کنی کجای کار لنگه. حالا بیا به تعبیر شما سوء مدیریت پادشاه عربستان، اصلا فکر کردی که آقای محترم جامعه ای که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دهر نیست، آخه کجا گفته جامعه ای که کودکان خیابانی داره، پیرمرده از شهرستان فرار میکنن به تهران خیابانی میشن، پیرزنها همینجور، جامعه اینقدر بدبختی و فلاکت داره، این کجاش دینه که تو پول ورداری ببری بدی به یک شاهزاده مفر 4 میلیارد در سال که اونا صرف عیاشی هاشون بکنن؟ اسمش دینه؟ به خودت فکر نکردی؟ یه لحظه فکر نکردی؟ یک لحظه بشینی به خودت تعمق کنی دینداری چیست؟ این مناسک ظاهریه؟ خدا اینجوری هست؟ مگه وقتی که بایزید بسطامی جماعتی رو دید گفت کجا میرین؟ گفت میرم به حج. گفت دور من بگردید. همه تعجب کردن. گفتش که آقا اگر خدایی هم وجود داشته باشه که داره، تو قلب انسان هاست، نه که توی سنگ سیاه خانه خدا. مگر خدا جسمه که احتیاج به خانه داشته باشه؟ اگر یک احساس تو قلب انسانه، گفت دور من بگردین که طواف کردین مکه رو، این همه پول خودتون رو خرج نکنه، رنجم به خودتون را ندین، ببرین اونجا. همه جامعه نتونسته این رو به لحاظ عقلانی جا بندازه. مردم ها اینجا گرسنگی و فقر و بدبختی هنوز هم به اصطلاح بسیاری از مدارس کپر هستن، بسیاری از مدارس، یک سوم مدارس ایران خطر ریزش دارن روی بستر کودکان ایرانی. اسلام خواهی بکنی آقایی همه ثروت و پول رو برمیداری بمبد طلای درست میکنی برای این آقا و اون آقا، چی به تو اجازه داد ثروت ملت ایران رو اینجوری به باد بدی برای جاهای دیگه؟ صرف اگر سرمایه بزرگ یه ملت همین کودکانش نیستن، چرا بهشون نمیرسی؟ چرا این سرمایه ها رو تلف میکنید؟ اینا هزار بار از پول نفت ارزشمندترن، هزار بار از طلا ارزشمندترن، چون هر بچه، هر کودکی که درست تربیت بشه یک دانشمند میتونه بشه، نمیتونه مثل آقای ادیسون اختراعش میلیون ها و میلیارد ها انسان رو خوشبخت کنه، مثل اون کسی که بیماری سل رو کشف کرد، مثل میکروبش و ویروسش و اینا. برو اینها رو تربیت کن آقا، پول خرج طلا. مگر این امامای شما عشق طلا داشتن که شما این خرد به اصلاح اینا رو چیدیم اصلاح دینه کلمه علیش حرف زدی تو؟ خب اگر امام واقعیه تو قلبت نگرشتا، در صورت همون چیزی که به قول معروف اینست که آقا رابطه انسان با خدا از طریق عقل امکان نداره. اینه کانت اومد یک مرتبه گفت، غزالی قبلش گفته بود همین حرفو به ابن سینا و فارابی زده بود که میخواست از طریق دلایل عقلی خدا را اثبات بکنن. گفته بود آقا اینا کفت میگن، رابطه انسان با خدا از طریق قلبشه. همینو لوتر، مارتین لوتر گفته، عقل‌ستیز هم بود، به شدت عقل‌ستیز بود مارتین لوتر، ولی گفت آقا رابطه بنده با خدا از طریق قلبم هست. همین هم غزالی گفته. خب برو حداقل دین داره، برو این حوزه قلب رو با خدا تنظیم کنه، حوزه عقل هم به کار بنداز برای مسائل روز، مسائل سیاست، مسائل اقتصاد، مسائل این همه فضاحت برای آبهای ایران نکنی، این همه لابود نکنی طبیعت ایران رو. این کار عقل، کار دین نیست، کار احساس نیست، کار شاعر نیست، کار شعر گفتن نیست. بری رو من برای شعر بگی اینجا دیگه که حوزه عقله. کارشناس باید بیاد راه حل پیدا کنه برای این معضلات. در صورت در این گونه اصلاحات، هدف اصلاح در نظام سیاسی نه تغییر نظام و نه تغییر ساختار درون نظام، بلکه مقصود اصلاح مفاسد فرهنگی و اداری و نارسایی‌های اقتصادی و صنعتی، فساد و فشفخاری
در اداره، سوء استفاده مسئولان و واسطگان اونها از قدرت، هدر رفتن نیروی انسانی به امکانات طبیعیه و که ناشی از بی‌کفایتی مدیرانه، شیوع اعتیاد، ضعف و انحطاط تکنولوژی و تولیدات. برو جوشیابی کن، نرو اصلاح کن، جلو دزدی رو بگی، جلو فساد رو بگی. قهرمانان تو بابک زنجانی شده، آبها زنداد گانگستریست، مش گانگستر آمدن به صلاح دولا راست میشن و بعد هم میگن ما میخوام چی رو میخوای اصلاح کنی ایزم؟ بالاخره کجا؟ شعار کلی ایران مال همه ایرانیان هست، بعد هم تو عمل که میشه ایرانی ها رو تعریف میکنی، باهایی ها ایرانی نیستن، کلیمیان نیستن، زرتشتیان نیستن. یه بابا ظرفیتی نداری، یه توی شورای شهر یه از یه دونه زرتشتی انتخاب شد، ترسیدید از یه دونه این دین پایدار میمونه؟ دینی که توانایی تحمل یک انسان ایرانی که اصلا تو اومدی سرزنش گرفتی، این سرزنش متعلق به این بوده گرفتی، حالا اجازه نمیدید مثل جرأت نداری تحملش کنی توی شورای شهر یه هست، بعد اسم خودت میذاری اصلاح طلب؟ چونی بخواه اصلاح کنیم؟ در صورت در اینجور افکار یه نگرش تکبودی وجود میاره و هدفهای غیر اصلاحی به اصلاح رایج میشه، گرچه با اصلاح اصلاحی کارهایی جوری کردن میخواییم احساسات رو تحریک کنید و از طریق تحریک احساسات بخشی از قدرت یا تمام قدرت رو بگیرید. سطح نگری رو دامن زدید. عده چنان میاندیشن که گویا با همین حلو حلو گفتن چیز میشه، با بهار گفتن گل نیاید، به گل به بار نمیاد. در صورت اولا بازگشت دین به دین ناب امکان نداره. حتی دوره تاریخی انسان ها اونطور میاندیشن که تکامل پیدا کردن، نیروهای مولده تکامل پیدا کرده، تکنولوژی، فرهنگ، زیست، تعاریف تغییر میکنن. تعریفی که از عدالت از زمان افلاطون هست با تعریفی که امروز هست تفاوت داره. تعریف آزادی که دوران 3000 سال پیش بوده با الان فرق میکنه. همه اینها هم تغییر میکنن. این گونه از اصلاحات عملا با دو مشکل روبرو است. اولا بازگشت به دین ناب نه امکان داره نه مفید هست. در دوران خودش ممکنه مفید باشه، چرا که علمای هر فرقه مذهبی تنها روایت خودشون رو کنن. خب عبدالوهاب هم بازگشت به دین ناب کرده، روایت خودش قبول داره. آقای عبدو هم همینجور، آقای اقبال لاهوری هم همینجور، آقای خمینی هم همینجور، هر کس روایت خودش قبول داره دین ناب هست. پس بنابراین این بازگشتگرایی هم عملا به همبستگی نمی انجامه، به ستیز بیشتر. همین الان صحنه خاورمیانه همین هم میبینید که چجوری مسلمان همدیگه رو تیکه پاره میکنن، به خاطر همین قرائت های ناب هست. یعنی تمام این دورانی که در صورت اینا آرام شده بودن یا کمتر راست پیدا کرده بودن که با هم همزیستی و سلامت همی داشته باشن، این تفاصیل ناب اینا رو همه به جون هم انداخته. یکی شده الجیش الحق، یکی جوری شده الجیش البر، یکی جوری شده الجیش الفت، یکی شده الجیش الفلان، همه هم جیشن. از اینکه اینجا آدم متفکر مفقوده، جیش پیش همه دنیا رو گرفته. در صورت و این وضعیت که به وجود آمده شده که اینا جامعه خودشون رو نتنه نشناختن، دوران تاریخ خودشون رو نشناختن، بلکه ادعاهایی دارن در مورد غرب که اونم نشناختن. آقای به اصطلاح مارتین لوتر وقتی که آمد گفتش که هر مؤمنی حق داره اسفار کتاب مقدس اون چهار انجیل رو که مورد تایید کلیسا واقع شده، چون صدای انجیل بود مثل قرآن ما، قرآن های متعدد بود، این هم همین مشکل داشتن. بالاخره کلیسا جلسه کرد، تمام اناجیل دیگه را حذف کرد، چهار تا رو به رسمیت شناخت و گفته که اسفار کتاب مقدس رو شخصا بدون واسطه کلیسا بفهمه. اولین کارش با این کار
چیکار کرد؟ ضربه ناخواسته شاید، ضربه هولناکی به زبانی کرد، زبان لاتین که زبان مقدس اعلام شده بود، زبان پاپ، زبان کشیشا، و آموختنی هم بود، اکتسابی بود، زبان مادری هم نبود، زبان علم اون دوره قرون وسطا بود و در این هم در انحصار کشیشا بود. یعنی گویا این خدای مسیحیت به جز زبان لاتین زبان دیگه نمیفهمه، همونطور که این بلا سر ما آمده. انگار خدای مسلمان ها فقط یه زبان بلد، اونم عربی است. و به همین دلیل تا مادامی که دین تک زبانی باشه چه اتفاق میفته؟ مترجم لازم است، مترجم با خدا. چی است؟ عربی دان، اونجا لاتین دان. در نتیجه زبان های ملی سرکوب میشن و میشن. به خاطر همین آخوند عقل باخته میاد تو تلویزیون رسمی میاد میگه زبان عربی زبان بهشت، زبان عجمی یعنی فارسی زبان جهنمه. اینه که گستاخی تا کجا میره؟ خب مارتین لوتر وقتی که این اعلام کرد بدون واسطه کشیش نمیتونی با خدا ارتباط بگیری، خودت بری بخونی یعنی چی؟ یعنی که برو زبان مادریت رو ترجمهش کن، انجیل رو به زبان مادری بخون، احتیاج به واسطه دلال نداری، مترجم نمیخوای. این پایه های زبان ملی رو، زبان آلمانی رو استوار کرد. و دوم اصالت با تعالیم مسیحه. و در نتیجه هر یک از اسفار کتاب مقدس که تعالیمون با تعالیم مسیح انطباق نداشته باشه از آن خدا نیست. با این کارش در صورت اناجیل رو از تفسیرهایی به غایت ارتجایی و منحط نجات داد. چون اگر به متن خود بخونید که من خوندم اناجیل رو، در اونجا با یه زبان تجریدی رو برو بشه. علتش هم این است که موضوع بخوام متوجه وقت نبودم، در صورت بحث رو اگر ضرورت داشت در هفته آینده هم دنبال میکنم. پیروزا موفق باشید.